حضرت عمر بن عاص میگفت من دوست دارم که کسی در حالت مرگ باشد، بعد ما او را ببینم و بگویم که فلانی بگو مرگ چی چیز است، همین مرگ را برای ما نشان بده و تعریف کن که من مشخصات مرگ را بدانم. در هنگام مرگ خودش کسی به او گفت تو خود دائم دوست داشتید که کسی دیگه در مورد مرگ با تو گپ بزند، بگو الان که مرگ چی چیز است، در حالت جان کندن هستید. فرمود اجد کان السماوات انطبقن على الارض، چنان احساس میکنم که تمام آسمان ها بر روی زمین فرود آمدند و ما در وسطش گیر کردم. و کان نفسی تخرج من ثقب الابره، گویا که احساس میکنم که نفسم از سوراخ سوزن میبراید. عزیزان این مرگ به این سادگی نیست که ما و شما عزیزان خود میبینیم که میمیرد و باز میبریم در قبرستان دفن میکنیم. والله بسیار خطرناک است جان کندن، بیشتر از آنچه که من و شما تصور میکنیم خطر دارد. به همین خاطر است که پیامبر در آخرین لحظات میگفت آه ولی الموت سکرات، آه که برای مرگ سختی هاست. مرگ بیشتر از تصور ما خطرناک است، بیشتر از تصور ما خطرش زیاد است و سختر است. والله اگر انسان عاقل باشد و با خود فکر بکند که یک همچنین لحظاتی را من و شما در پیش رو داریم، هرگز این انسان دروغ نمیگوید، هرگز این انسان خیانت نمیکند و در طاعت و بندگی سستی نمیکند، حتی اقل در پنج وقت نماز سستی نمیکند. بسیاری ها به بهانه های مختلف نماز جماعت را ترک کردند. والله العظیم روزی خواهد آمد که پریشان میشوین و پشیمان میشوین، روزی که جبینتان عرق میکند و چشمانتان استاد میشود و در اطرافتان تمام خانواده در حال گریه هستند و پیسیتان در بانک ها جمع شدند و موترتان در پیش روی دروازه استاد است و بلند منزلت هم سر بر فلک کشیده است، آن وقت حیرانید، آن وقت محتاج آن دو رکعت نماز هستید که باید به جماعت میخواندید. عزیزان من نماز جماعت را ارزش بدهین که تنها نشانه انسان مؤمن نماز جماعت است. حضرت ابن مسعود فرمودند در زمان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از نماز جماعت مخالفت نمی کرد کسی مگر مریض و انسانی که منافق بود، و بعد فرمود آن هم کسی که نفاقش معلوم بود برای همه، همه می شناختن که این انسان منافق است. بعد در ادامه می فرمایند مریض را هم ما می دیدیم که دو نفر او را گرفته بودند، پاهایش به زمین کش شده می شد، به زمین کش میخورد، او را میآورد در صف استاد میکردن. عزیزان من عمر اضافه شده میرود، ولی اما در اعمال و طاعت و بندگی من و شما کم شده میرود. این عمر چه بکار است، این عمر چه ارزشی دارد که در آن نماز جماعت نباشد، این پا چه ارزشی دارد که به آن نتوانید استاد شوید در مقابل رب العالمین، این صحت و سلامتی و عافیت چه ارزشی دارد که تو نتوانید از آن در مسیر طاعت رب العالمین استفاده بکنید. اگر در نماز صبح همه من و شما می برآمدیم به مسجد می آمدیم، آیا در کوچه های ما امنیت نمی آمد؟ اگر در نماز شام خفتن همه من و شما به طرف مساجد حرکت می کردیم، می آمدیم و در مسجد نماز می خواندیم، آیا در کوچه های من و شما امنیت نمی آمد؟ اما الان کوچه های ما تشبیه به شهر ارواح شده است. صبح دروازه ای را نمی بینید که باز شود برای نماز جماعت، خفتن دروازه ای را نمی بینید که باز شود برای نماز جماعت، می بینید از شب تا صبح کسی دروازهش باز نمی شود. تو باید در تاریکی دروازهت باز شود به سوی نماز جماعت و مسجد که تا الله سبحانه و تعالی پنجره نور را در قبرت و در تاریکی های قبر به سویت باز بکند. فرمود پیامبر من صلی الله علیه و سلم مجدباد خوشحالی باد برای کسایی که در تاریکی به سوی نماز جماعت می روند، برای اینها مجدباد که در روز قیامت نور تام وجود آنها را فرا می گیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش از این یک شب می بیند نماز خفتن است، بسیاری بعضی غایبن غیر حاضر هستند، فرمودن دلم میخواهد که بروم به سوی کسانی که آنها به نماز جماعت نیامدند، خانه را بر آنها آتش بزنم که
چرا این همه نماز جماعت نیامدند؟